چه بزرده کف خیابون تهران میخوای انقلاب اسلامی براندازی کنی، تو رو هم تو این مملکت دفنت میکنی. شما به واسه زیر ناموس تو به پرمون جمعایی سکس تخیلی میکنن. در آینده زنان جهانی شبیه زنان یهود هستن که تو فیلم ها بودن، به خاطر اون چیزی که توی مخیله مرد ها بوده، و متقابلا مرد ها هم همینطور. گشت میره ماهیه با در بیستان بکنی بابت هر یه دونش یه میلیارد دلار بگیری، هفته یه میلیارد دلار بگیری، میشه سال 50 میلیارد دلار. ما انشالله از اول مهر امسال استراتژی برای کودکان رو در واقع کارشناسان و مربی تربیت شده رو به مهد کودکایی که در واقع اعلام آمادگی کردن میفرستیم. شما دکتراتون تو کر کرشته ای عزیز من، من 140 تا زیر نظام نظریه پردازی میکنم، حرفم هم تو وبسایت ها موجوده. نیویورک تایمز در هفته هر وقت در مورد من مطلب میزنه تو پرانتز مینویسه The Kissinger of Islam. حسن عباسی متولد 1345، یکی از پرمخاطبترین مروجان خبرهای ساختگی در میان جوانان حامی حکومت ایران است. تشکلها و نهادهای وابسته به بسیج، به ویژه بسیج دانشجویی، از برگزار کنندگان اصلی مراسم سخنرانی عباسی در مناسبتهای گوناگون بودند. او در طی دو دهه گذشته، همچنین مصاحبه‌های بیشماری با رسانه‌های حکومتی ایران از جمله صدا و سیما داشته است. آقای عباسی فاقد مدرک تحصیلات تکمیلی است، هرچند در میان هواداران خود تحت عنوان دکتر حسن عباسی سخنرانی می‌کند. او با اینکه همواره در لباس شخصی ظاهر می‌شود، فردی نظامی است. عباسی در برنامه تلویزیونی در آبان 93 مسئول سابق توسعه رزمی نیروی دریایی سپاه معرفی شده. در مرداد 95 نیز شکایت حقوقی ارتش از او در دادسرای نظامی مورد رسیدگی قرار گرفته است. این دادسرا مسئول رسیدگی به تخلفاتی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی انجام می‌دهند. حسن عباسی خود را یک استراتژیست معرفی می کند و رئیس تشکیلاتی تحت عنوان اندیشکده یقین است که در سال 79 اعلام موجودیت کرده. سایت یقین این تشکیلات را یک مرکز بررسی های دکترینال معرفی می کند. خود عباسی هم در بسیاری از سخنرانی ها و مصاحبه هایش به ویژه در دهه 80 تحت عنوان رئیس مرکز بررسی های دکترینال امنیت بدون مرز معرفی شده. اندیشکده یقین تا کنون در مورد میزان و منبع بودجه خود اطلاعاتی منتشر نکرده است. یکی از مهمترین خصوصیات تحلیل‌های آقای عباسی ارائه ادعاهای بی‌مبنا و در این حال ساده در مورد پدیده‌های پیچیده است. در همین چهارچوب ادبیات او شامل تعمیم‌های کلی می‌شود که بر مبنای آنها صفت‌های توهین‌آمیز را به افراد متعلق به گروه‌های اجتماعی مختلف نسبت می‌دهد. به عنوان مثال این سخنران در مهر 95 فوتبالیست‌ها را از دم لومپن می‌نامد. فوتبال ورزش استعماریه که انگلیس و آمریکا برای بست نظام دو قطبی در جهان رقم زدن. اینا رو با صدای بلند میگم به اون جوان که یادت باشه جوان، ته دلت حواست باشه، فوتبالیست یه آدم لومپنیه که بود و نبودش در دنیا و آخرت تو هیچ تأثیری نداره. کدومی که از قهرمانان فوتبال گردی از جامعه رو میتونن دوا کنن؟ یک سری قهرمان پوشالی به نام فوتبالیست داره که اینا رو باید بری اجنبی رو بیاری بهشون فوتبال یاد بده. یه قهرمانی که روشش و اجنبی یاد بده معلومه چجور قهرمانی و پهلوانیه. او در حکم کلی دیگری در فروردین 98 در مورد زنان بازیگر سینمای ایران آنها را کم ارزشتر از آن می داند که محافظ داشته باشند.
گنده هاتون تو سینما عددی محسوب نمیشن تو هنر جهان. اما نکته اینه، شمایی که اسم مرد رو خودتون گذاشتید 120 کیلو هیکل پاورلیفتینگ، را افتادی پشت سر اون زن، تو از اون زن کمتری اگه مرد باشی. خودت تو این مملکت محافظ زنی قرار بدی که هیچ جایگاه انسانی نداره. هیکل گنده کنی بشی محافظ یه سری ضعیفه، تو این مملکت چه خطری اون خانم رو داره تهدید میکنه؟ چرا تو این مملکت بدعت‌های هالیوودی میذاری؟ عباسی در مرداد 95 هم به خاطر نارضایتی از مشارکت نداشتن ارتش در سرکوب اعتراضات 88 حکم به بیفایده بودن ارتش در ایران میدهد. انگشت و فلش رو گرفتن به سمت اینکه آقا کشور افتاده دست نظامی ها، سپاه داره همه جا رو اداره میکنه، آقا 100 هزار تا پاس داره، این 100 هزار تا بیچاره کرده غربو، اقتصاد دنیا دستشونه، سیاست دنیا دستشونه، حکومت احمدی نژاد دستشونه، بسیج مانع براندازی شد. شما یه جریانی داشتید، میلیشیای آمریکایی به نام جنبش سبز، حکومت هم یه میلیشیای داشت به نام بسیج، اومد توی صحنه جلوی قضیه رو گرفت. خوب یا بد، شما یه چیزی دوست دارید مثل ارتش بی سر و صدا تو پادگان ها باشه، آب این کشور رو ببره، اصلا اونا هیچ صداشون دارن، هیچ موضعی، هیچی. لحن حسن عباسی در هنگام قضاوت کردن گروه های مختلف، البته وقتی پای معترضان به حکومت در میان باشد، به مراتب تندتر می شود. او به عنوان نمونه در دی 98 عده‌ای از جوانان شرکت کننده در اعتراضات خیابانی را چنین خطاب قرار می دهد: تو بچه بزرده کف خیابون تهران میخوای انقلاب اسلامی براندازی کنی؟ ارباب آمریکایی با موشک بالستیک جر و جر شد، تو رو هم تو این مملکت دستت میکنیم تا دفعه دیگه دستت بالای عکس قاسم سلیمانی ها بلند نشه. آقای عباسی در دی 98 در واکنش به نامه جمعی از فعالان سیاسی ایران که خواستار تلاش برای پرهیز از جنگ شده اند، به قوه قضاییه و محمود علوی وزیر اطلاعات هشدار می‌دهد که ممکن است این فعالان به قتل برسند. البته بی‌پروایی این سخنران در قضاوت مربوط به همه نمی شود و در خط قرمزهای اصلی حکومت متوقف می ماند. او در سخنانی در جمع همفکران خود در سال 93 در پاسخ به این پرسش که چطور به همه انتقاد می کند جز رهبر، توضیح می دهد: رهبر انقلاب پشتیب نیست که هم شجاع نیست، شجاع نیست که هست، حکیم نیست که هست، 25 سال دشمن رو بعد از دفاع مقدس پشت درهای مملکت نگه نداشته که داشته، پدر ایران نوین نیست که هست، رهبری که هیچ کس نمیتونه بلند شه بگه من ازش یه آتو دارم. تمام این رهبرای دنیا میبینید یه اتو زده و خوش تیپ و کراواتی میان جلو دوربین ها وای میسن، این ظاهرش مردم اینا رو انتخاب کردن مثلا تو دموکراسی ها. رضا بی سر و صدا به اینا یک مطلب میفرستن، میگن اینجا باید اینجوری هزینه کنی، اینجا باید این کارو بکنی. ملت گروگان یک حاکم میشه، حاکم گروگان سرویس های اطلاعاتی و مفاسد و فواحش اون بره مرزها. به چی این رهبری باید انتقاد کرد؟ مثلا به کدوم جزءش؟ رئیس اندیشکده یقین اما در خصوص کسانی که پشتوانه حکومتی ندارند حتی از بیان توهین‌های جنسی پرهیز نمی‌کند. به عنوان نمونه
در جریان سخنرانی خود در اردیبهشت 95 خطاب به دانشجویی که جرأت کرده از او انتقاد کند میگوید: بی‌پروایی او در صدور احکام جنسی تا به آنجا پیش می‌رود که در سخنانی در سال 97 اصطلاحاً حلالزاده بودن مخالفان حکومت را زیر سوال می‌برد. یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی 40 سال دوام آورده اینه که عمدتاً بابت اینه که این مردم حلالزادن. نقش حلالزادگی در شنیدن حرف حق و موندن پای حرف حق یک عامل اصلیش در همین حلالزادگی، این سه عامل اصلی داره دیگه: نطفه پاک، شیر پاک، لقمه حلال. عباسی همچنین در اظهاراتی که متن آن در مهر 95 منتشر شده از به اصطلاح حرامزادگی غربی ها سخن میگوید و در سطح منطقه هم مردم عربستان و ترکیه را حرامزاده تر از سایر کشورها معرفی میکند. به دنبال جنجالی شدن این اظهارات، آقای عباسی به منتقدان خود هشدار می‌دهد: گفته باشم به تمام خبرگزاری‌ها و رسانه‌های اصلاح طلب، اگر در قضیه زنازادگی غربی‌ها یک بار دیگر مسخره کنید، به مردم می‌گوییم کسانی که تمسخر می‌کنند به آمار نهادهای بین‌المللی، بروند در اصل خود شک کنند. در واقع بخش قابل توجهی از تعمیم‌های رئیس اندیشکده یقین به دغدغه‌های او در مورد مسائل جنسیتی ارتباط دارند، تا جایی که طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با دو جنس را بر اساس فرمول‌های ساده و از پیش تعیین شده تفسیر می‌کند. مثلا او در سخنانی در سال 87 بدنسازی مردان را با همجنسگرایی و آرایش کردن زنها را با آنچه خودفروشی می‌نامد مرتبط می‌داند. ورزش بدنسازی قبل از انقلاب تو اینجا مال همجنس بازا بود، اسمش زیبایی اندام بود. الان هم تو غرب این ورزش خاص همجنس بازاست. کسی که اینجوری میاد هیکلشو به نمایش میگذاره، این عضله که نباید در واقع در برای ناموس مردم به نمایش گذاشته بشه. از اون طرف هم یه خودفروشی دیگه داره، یه کسی هزار جور بوی عطر و کلون و هزار جور ریمل و نمیدونم هزار جور مثلا رژ و امثال نمیدونم زیرابروهای مختلف و نمیدونم شکلهای مختلف روسری حالتهای مختلف، حالا مانتو تنگ باشه، گشاد باشه، کفشه چجوری باشه، که تبرج کنه، یعنی خودنمایی مقبول واقع بشه. اگه امروز 10 نفر مطلق گفتن، فردا شد مثلا 9 نفر ایداد، این یه نفر کمتر ما رو خریده، این میشه خودفروشی. حسن عباسی در آبان 98 زندگی خانوادگی هنرپیشه‌های زن ایران را با استفاده از چنین الفاظی توصیف می‌کند: این سینمای لیبرال رو میاریم میگیم ببینید بچه‌ها لیبرال بشید اینه ها، لیبرال بشید مثل این هنرپیشه‌های زن جمهوری اسلامی بشید. نه خانواده دارن، نه شوهر دارن، تو 30-40 سالگی من میشینن تو برنامه تلویزیون، آقا هیچ که چرا ما رو نمیگیره، بعد یه یکی میاد میگیرشون. اینن این زندگی لومپنی بی‌خاصیتو ببینید، این آها ببین آها این. این سخنران در یک تعمیم دیگر در مرداد 90 حجاب کم دانشجویان دختر را هم ناشی از نیاز جنسی آنها می داند. این خانم دانشجویی که بعد حجابی و بی حجابی می کنه، این خانم 24-25 سالش، از
14-15 سالگی تا الان که 24-5 ساله 10 ساله نیاز جنسیش پاسخ داده نشده. هرچی هم جلوتر احساس میره احساس میکنه رقیبای جدیدتری دارن میان، این دیگه دیده نمیشه، امکان همسر پیدا کردن نداره. خب چه اتفاقی میفته؟ رافت داده اومده بیرون، این داره به هم وضعیت هورمونیش پاسخ میده هم وضعیت ذهنیش. دامنه قضاوت های ضد زن آقای عباسی تا با آنجا گسترش میابد که از اساس تحصیلات دانشگاهی دختران را به چشم نوعی مصیبت میبینند. اصرار دارن همه برای اینکه تبلیغ کنن ادامه تحصیل رو، اصرار دارن که خب الان که از مصیبت و بدبختی همون اینه که بخش عمده ای از دانشجوی ما دخترن و اینها امکان ازدواج ندارن، همینجوری درس میخونن میان بالا. مشکلات روحی روانی که داره تو جامعه ایجاد میکنه این رو کسی متوجه نیست. عباسی با توصیه به پایین آمدن سن ازدواج به زیر 16 تا 17 سال، داستان ازدواج علامه هلی از فقهای معروف شیعه را الگویی برای جوانان کشور معرفی میکنند. ایشون 14-15 سالش بود، محتلم شد نصف شب. بلند شد پدر مادرش رو بیدار کرد، گفت که من محتلم شدم. گفتن خب مبارک انشالله. نه دیگه، من مرد شدم، باید برید زن بگیرید. آقا نصف شبه بخواب بچه. خلاصه چیکار دارید؟ انقدر این گیر داد که اون نصف شبی رفتن در خونه همسایه رو زدن. در رو میزنن، آقا بله طرف خواب بیچاره میاد. حالا کلوما اون مقرم باید باز میکردن و در رو میکشن. بله بفرمایید. بله ببخشید مزاحم شدیم. حالا شما خوب الحمدلله. این بچه ما عذرخواهی میکنم محتلم شده. گفتن خب مبارک انشالله. خب که چی؟ این که این میگه که من باید زن بگیرم. باش چیکار کنیم؟ هیچی. گفته که این سبیه شما رو اگر آقا حالا نمیشه بذارید فردا تو این وقت دیگه گیر داده نمیشه اینا، این پشت سر ما قایم شده. هیچی. نصف شب رفتن خونه همسایه، دختر همسایه رو براش عقد کردن که این نه دیگه از الان که به اصطلاح محتلم شده اشکال شرعی داره تنها بخواد. نه خانوما امروز متاسفانه این روحیه ایثارگری رو دارن، نه آقایون این جرأت و جرأت و شجاعت. در مجموع چنین به نظر می رسد که در سخنرانی های رئیس اندیشکده یقین تمایلی ویژه به تحلیل جنسی موضوعات مختلف وجود دارد، رویه ای که بعضن چنان تحلیل هایی را با بیان جزئیات کمابیش نامتعارف همراه می کند. اگر کسی پاهاش زیباست، بخش دیگه از اندامش زیباست، گردنش زیباست، سینه‌هاش زیباست، کتفاش، هر چیزی، این باید اونا رو بپوشونه. حالا آقایی که مثلا تیشرت تنگ میپوشه میاد توی خیابون چون مثلا رفته پاور لیفتینگ سر و سینه‌ش رو مثلا میده بیرون، این اتفاقا کار زشتی داره میکنه، این ستر زینت نمیکنه، عضلات گردنش رو مثلا میندازه بیرون. حالا مثلا توی غربی ها مرسوم خانمایی که گردنشون مثلا کشیده است زیبایی گردن دارن، حالا با یه گردنبند این رو تزیین میکنن نشون میدن. کسایی که توی کتفشون زیباست جوری لباس مثلا براشون میدوزن که کل توی کتفشون لخت باشه، کسایی که ساقهای پاشون زیباست حتما یک جوری کفش رو میپوشن، یک دامن رو یک جوری پایین دامن رو تنگ میگیرن که با برداشتن قدم خاص اون زیبایی نشون داده بشه. برای یک آدم هم جنس باز وقتی پشت یه مردی رو میبینه یک لباس تنگی پوشیده با لباس جین، همون مقدار تحریک کننده است که یک خانومی مثلا مانتو تنش نباشه، دامن نپوشیده باشه، همون شلوار پوشیده باشه، برای مثلا جنس مخالفش تحریک کننده باشه. او در سخنرانی دیگری در سال 87 یک ضرب المثل با موضوع جنسی را دکترین تمام ملت‌های هم نژاد با انگلیسی‌ها اعلام می‌کند.
آقای عباسی به همان صورت که میتواند از یک ضرب المثل نتایج اغراق‌آمیز بگیرد، از محصولات تصویری هم تفسیرهای پیچیده ارائه میکند، تا جایی که ظاهراً هرچه در فیلمها و کارتونهای خارجی میبیند را دارای معانی استراتژیک تصور میکند. او از جمله در مرداد 92 تعدادی انیمیشن خارجی را معرفی میکند که میگوید حاصل تلاشهای پیچیده برای معرفی انسان کامل یا تراز به کودکان هستند. کشور چک و اسلواکی اون روزگار در 1973-74 یک انیمیشن برای انسان تراز میسازه به نام انیمیشن پتومت که تلویزیون ما در طول 35 سال گذشته بارها این رو پخش کرده، هنوزم پخش میکنه. مدل دوم رو در واقع کشور لهستان دنبال کرد، همون کارتون معروف بولک و لولک که این دوتا شخصیت رو که یکی بازیگوش و سر به هوا اون کوچیک شیطون تر بود و اونی که لاغر و بلندقد بود کسی است که مقدار تعادل روحی داره، در واقع عقل سلیمه، بهتر کنترل میکنه، که برگرفته از شخصیت لورل و هاردی بود. یک روشی رو ژاپنیا دنبال کردن که ضد کشور چک بود. در 1972-73 یه انیمیشن رو ساختن به نام ایکیوسان که ایکیوسان در واقع به عنوان مرد کوچک که تو اینجا اینجوری ترجمه شد. انیمیشن ایکیوسان نوع تربیت عمومی رو در فضای تلویزیون ژاپن دنبال میکرد که هدفش این بود بگه جامعه به بنبست رسیده، این کودک باید رفع مشکل کنه. اینجا ما با یه استراتژیست روبرو هستیم. مطالعه سوپرمن نکات و نتایج خیلی جالبی برای ما داشت، خیلی وقت زیادی از ما گرفت. لباسی که تن سوپرمن هست پرچم آمریکاست، یعنی پرچم آمریکا دو رنگ آبی و قرمز، و اسی که روی سینه سوپرمن هست این اس سوپرمن برای القاء سوپر پاور، ابرقدرت. تو جمع بعضی مدیران تلویزیون چند وقت پیش گفتم آقا اونا جشن 75 سال سوپرمنشون رو گرفتن، تعریف شما چیه؟ انسان ترازی که شخص رهبری مطالبه کرده شما تو برنامه رسانه‌ایتون پخش میکنید که میفرماد چی شد تعریف انسان تراز؟ این انسان کامل، این انسان تراز رو شهید فهمیده است، شهید همت، آیت الله بهجت، یه انسان ترازی رو به این جامعه نشون بدید تو قالب انیمیشن، تو قالب در واقع مردم ما لمسش کنن. انسان تراز صدا و سیما کلا قرمزی پسرخال است، زیزیگوله هادی هدا است. یه البته انیمیشن خیلی موفق و تاثیرگذاری هم بود که در حوزه رسمی نبود، حوزه آگهی تبلیغاتی بود، اون هوتن و سیاساکتی. حسن عباسی در مهر 91 کارتون یوگی و دوستان را توهین به ائمه، ملائکه، انبیا و به ویژه حضرت نوح معرفی میکنه. در کارتون یوگی اخیراً حالا بعضیا متوجه شدن به ائمه و انبیا و به ملائکه توهین میشه. خب اون زمان بارها داد زدیم که این کارتون داره حضرت نوح رو توهین میکنه. اون کشتی نوحه. چطور شما رو تربیت کردن در جهان برای اقتصاد مرکانتیلیستی و طمع محور؟ پایین این کشتی در طبقه پایین یه میمونی بود و هست که هر وقت میخوان این میمونه کشتی به حرکت در بیاد، پرواز کنه، را بیفته، یه سبد موز میاد پایین. این شروع میکنه دویدن به طمع اون سبد موز، زیر پاش تصمه نقال است، میگرده و ملخ این کشتی به حرکت در میاد. پشت این آثار فلسفه است دوست دانشجو. او در شهریور 96 اهداف کارتون باب اسفنجی را هم چنین توضیح میدهد. خود پدیده فرهنگی رو نگاه میکنیم، یعنی خود انیمیشن باب اسفنجی، یه پله میایم عقب، بعد میگیم چرا اصلا خود باب اسفنجی، میریم ببینیم بنیان فلسفیش چیست. دو تا مؤلفه داره، اولا میخواد لیبرالیسم رو بسط بده، در قالب انیمیشن باب اسفنجی ساخته میشه، بعد این انیمیشن باب اسفنجی رو کودک من و شما میبینه توی تلویزیون، با این شخصیت ارتباط برقرار میکنه، با شخصیت های دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتمش ارتباط برقرار میکنه، بعد این میاد روی دفترچش. عباسی در سخنرانی دیگری در اسفند 92 تعریف میکند که پاندای کارتون کونگ فو پاندا سمبول حضرت موسی است، اما هیچ کس متوجه این موضوع نشده. 9 تا انطباق وجود داره که این 9 تا انطباق رو بررسی کنیم. پو یا پاندای کونگ فو کار در واقع همون نسبتی رو که موسی علیه السلام داشت رو نشون میده. تابوس شن همون فرعونه. بوز طالبین همون پیشگوی یا ساحره که برای فرعون پیشگوی کرده. چین که همشون خوک هستن، سرزمین موعوده که اینا باید بیان اونجا رو بگیرن، فلسطین. ینویانگ چینی همون مکتب حامله که باید تو اون مدل
زنبور انگلی و کرم ابریشم. شکست شن توی دریا همون ماجرای غرق فرعون تو رودخونه است و شکافته شدن اون آبها. استاد شیفو یا حالا خدایی بود که ابلاغ رسالت میکرد یا خضر راه این پو محسوب میشد. ببری نسبت و نزدیکی و همراهی که باش داشت مثل همراهی هارون بود با موسا. پانده های انتهای فیلم هم قوم بنی اسرائیل رو تداعی میکرد، دوبله شده رفته، ارشاد مجوز گرفته، هیچ کس متوجه نشد، هیچ کس متوجه نشده و موجب شرمندگیه. این سخنران در تحلیل فیلم‌های سینمایی و از جمله فیلم‌های ایرانی نیز از همین نوع تصورات خود بهره می‌گیرد، تا آنجا که حتی در مصاحبه‌ای در آبان 89 در مورد فیلم درباره الی اصغر فرهادی به این سوال که بالاخره معلوم است که الی چه نامی است، مخفف است یا اسم است، مثلا الهام، الناز، چنین پاسخ می‌دهد: نمی‌دانم، شاید این کلمه مخفف دو حرف نخست واژه اسلام لیبرال یعنی آی و ال باشد. در آن صورت عنوان فیلم می شود درباره اسلام لیبرال. رئیس اندیشکده یقین اما با استفاده از ارتباطات حکومتی خود در دی 89 به عنوان یکی از 7 سینماگر عضو هیئت داوران جشنواره فیلم فجر در بخش مسابقه سینمای ایران معرفی می شود. او بعد از انتصابش به این سمت خود را رئیس تیم داوری جشنواره معرفی می کند. همزمان در مصاحبه ای تمسخرآمیز در مورد مسعود کیمیایی، کارگردان پیشکسوت سینمای ایران، که حسن عباسی در زمان نمایش فیلم مشهور قیصر او در سال 48 سه ساله بوده، می گوید: مسعود کیمیایی، همین مسعود کیمیایی که الان بلند شده گفته که من فیلمم را از جشنواره فجر می کشم بیرون. نظام تا الانم گذاشته تو این مملکت فیلم بسازی و تو اون جشنواره‌ای که من رئیس تیم داوری جشنواره فیلم فجر بودم فیلم جنابالی رو آوردم بالا، ما به امثال تو این مملکت شرایط دادیم که تونستی جلو بیای. آقای عباسی با اعتماد به نفسی حتی بیشتر از قضاوت‌های خود در موضوعات هنری به ساده‌سازی موضوعات بین‌المللی می‌پردازد. این اعتماد به نفس در حدی است که از درگیری نظامیان ایران و آمریکا حمایت می‌کند و تصویری بسیار آسان را از نتایج آن ارائه می‌دهد. به عنوان نمونه، او در بهمن 98 راه حل ساده مشکلات اقتصادی کشور را گروگان گرفتن آمریکایی‌ها می‌داند. خب ببین شیوه بودجه در آوردن سپاه چجوریه. سپاه این جاسوس میگیره جیسون رضایی ها، آمریکا میگه تو رو خدا بده، نه پولش رو 1,700,000,000 میگیره دولت که این جاسوس رو تحویل میدی. رضا سپاه با یه جاسوس گرفتن اون 1,000,000,000 میگه دولت میخواد بده به سپاه در بیاره. حالا شهید سپاه یعنی قاسم سلیمانی رو وقتی میزنن، دولت 3,000,000,000 فقط از خونبهای قاسم درآمد خالص قطر داشته. بابا اینه بلکن آقا چی؟ مثلا دیگوزیشون که من بلد نیستم بدون ارتباط با قرب اقتصاد حل دارم. بابا رایش اینه خیلی مشکل تحریم حل بشه. هر میل دریه هم گشتی میره ماهیه با دویست آمریکایی بدون بابت هر یه دونش $1,000,000,000 بگیر، هفته $1,000,000,000 بگیری میشه سال پنجم یک هفته است میشه $50,000,000,000. عباسی در مهر 92 به مقام‌های ایرانی می‌گوید اگر در مذاکره با آمریکایی‌ها شرایطی که او توصیه می‌کند را روی میز بگذارند نتیجه می‌گیرند. زمانی می‌تونیم بگیم با این میز مذاکره بردیم که اینو موفق باشه. یک، آمریکا تمام وبسایت‌های پورنشو ببند. دو، باید حجاب رو به رسمیت بشناسید، بپذیرید حجاب رو. سه، باید وال استریت رو به عنوان مرکز ربای جهانی ببندید، اقتصاد ربوی رو باید بذارید کنار. چهار، اسرائیل و بساطش رو از اینجا جمع کنید ببرید. آمریکا باید به پذیر مسلمان بشه. اینا رو به دین خودتون در نیاوردید دست از سرشون برنید.
آمریکا اگر ما نریم زیر دو خم این که آمریکایا رو به دین خودمون در بیاریم، شیعه 12 امامیشون کنیم، آمریکایا رو ما رو به دین خودشون در میارن، ما رو رباخار و فاسد و سبک زندگی آمریکایی میکنن. این اصل قضیه است. تا کل جهان رو به دین خودتون در نیاوردید نمیتونید از پا بشینید. رئیس اندیشکده یقین در مجموع از جسورترین پیشبینی کنندگان حکومتی در ایران محسوب می شود. او حتی یک سال پس از اظهارات معروف رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر این که اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید، روی دست او بلند می شود. با اعلام این که نه تنها رژیم صهیونیستی 25 سال آینده را نخواهد دید و نه تنها شش خاندان صهیونیستی در منطقه، عربستان، امارات، بحرین، کویت، اردن و قطر بنا به گفته آمریکایی‌ها 10 سال آینده را نخواهند دید، که حتی ایالات متحده نیز بنابر برآورد استراتژیست‌هایشان 25 سال آینده را نخواهند دید. ظاهراً روش آقای عباسی این است که اگر در جستجوی اینترنتی افرادی آمریکایی را پیدا کند که از موضوعات مورد علاقه او، مثلا سقوط آمریکا، حرف زدند، صحبت آنها را به عنوان پیشبینی مجموعه آمریکایی‌ها یا استراتژیست‌هایشان اعلام می‌کند. او در استفاده از این روش تا آنجا پیش می‌رود که به جوانان بسیجی خبر می‌دهد که مردم غرب همگی دلباخته حماس و حزب الله شده‌اند. عباسی در مصاحبه‌ای در 21 شهریور 89 می‌گوید حماس و حزب الله که مصداق‌های حمایت ایران از تروریسم هستند، به گونه‌ای در دل مردم جهان و غرب جا پیدا کردند که همگان اکنون خود را حامی حماس و حزب الله، یعنی حامی تروریسم مورد ادعای غرب می‌شناسند. به این دلیل است که مقوله حمایت ایران از تروریسم برای افکار عمومی جهان روز به روز بیشتر رنگ می‌بازد. او حتی در دی 97 در نمایشگاهی تحت عنوان ایران 1444 توصیفات ظاهراً هیجان انگیزی را از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی تا آن زمان ارائه می‌کند که طرفدارانش را به وجد می‌آورد. آینده، آینده انسان ایرانی و آینده اسلام، و به این آینده ما خوشبینیم که فرمود فإن حزب الله هم الغالبون. نشست جماهیر اسلامی در بیت المقدس. البته بعضیاشو اشاره نکردید. برگزاری مراسم تاسوعا عاشورا در حسینیه کاخ سفید، برگزاری مراسم نیمه شبان در مهدیه باکینگهام لندن، مراسم شبهای قدر در مسجد ورسای پاریس و موارد دیگه. بلیت سفر به ایستگاه فضایی شهید تهرانی مقدم، صلوات قطع کنید. در 1444 سفر فضایی، بلیت دو سره رفت و برگشت به ایستگاه فضایی شهید تهرانی مقدم، بسیار عالی. سفر زیارتی بیت المقدس، این دیگه اون موقع کهنه شده. یعنی از بس همه رفتن و اومدن دیگه عادیه، مثل مثلا رفتن شابدلزیمه. حالا انشالله مریخ و در واقع نپتون و پلوتون و اینا رو هم بذارید دست به کار. با چنین ذهنیاتی در مورد آینده، حسن عباسی در مرداد 92 اعلام می‌کند در حال آموزش استراتژی به بچه‌های مهد کودک و مربیانشان است تا آنها را برای استراتژیست شدن آماده کند. ما در واقع اولین کشوری هستیم که استراتژی برای کودکان رو به صورت در واقع رسمی و در بخش فرمال، یعنی در بخش آموزش پرورش رسمی به جای رسوندیم. این که ما استراتژی رو بیاریم بیرون اون دیوارها، عمومی ارائه کنیم، که در 15 سال گذشته این کار در سطح جوانان انجام دادیم. با این درخواستی که شد آوردیمش تو سطح دانش آموزی. امسال انشالله این توفیق رو داریم که اولین مهد کودکایی که استقبال کردن از کار و درخواست کردن، ما انشالله از اول مهر امسال استراتژی برای کودکان رو در واقع کارشناسان و مربیای تربیت شده رو به مهد کودکایی که در واقع اعلام آمادگی کردن میفرستیم. مؤمن و مسلمونی، دینمون رو خوب میدونیم، به 7 چیز ایمان داریم که اونا رو میشماریم. ایمان پنجم ها، ایمان به فرشته، ایمان به فرشته ها، جبرئیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل، اسمای چند تاشونه که آدم باید بدونه. اگه بپرسی چجورن میگیم اجنس نوره. آفرین. ایمان هفتم ایمان به غیبه، اینو ندونی عیبه. آقای عباسی از سوی دیگر در مورد به گفته او توطئه های صهیونیستی
با هدف جلوگیری از رسیدن جمهوری اسلامی به اهداف مورد نظر هشدار می‌دهد. او مثلا در مرداد 91 تأکید دارد: خدا می‌داند توطئه صهیونیستی چیزی نیست جز آن که برای عقیم کردن دختران از چیپس و پفک استفاده کند. همچنین در تیر 90 یکی از این توطئه ها را گسترش افکار به گفته او فروید یهودی در صدا و سیما و در سریالی به نام ساختمان پزشکان می‌داند. چون شما الان میگید آقای کسی مشکل روحی روانی داره، به مراتب از رفتن پیش مثلا یک روحانی که عالم علم اخلاق، مردم امروز مراجعهشون به روانشناسا بیشتره. بارها من شنیدم جوانایی که مشکل زناشویی دارن میگن سه بار رفتیم تا حالا پیش روانشناس و روانکاو. اون روانشناس و روانکاو اسلام رو میشناسه، مناسبات اخلاقی جنسی اسلامی رو میشناسه، نه فروید میشناسه. همین حرفایی که شبا توی این سریال. بچه‌شون مشکل تحصیلی داره، میبرن پیش روانشناس. میان سالن دارن طلاق میگیرن، میرن پیش روانشناس. و قص الهازا، یعنی معماری اخلاقی جامعه در اختیار کسانی است امروز در جامعه ما که بهشون میگن روانشناس و خودشون هم نمیدونن که سایکولوژی معادل روانشناسی نیست. و اینها عمدتاً کیو میشناسن؟ آقای فروید رو. ابعاد توطئه های پیچیده‌ای که او به یهودیان نسبت میدهد تا به اینجاها میرسند که در مرداد 90 آنها را در کار زنای ذهنی با مسلمان ها معرفی میکنند. پدیده زنای ذهنی اینه دیگه، میگه وقتی عمل جماع جنسی انجام میدید حتما اون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حتما بسم الله الرحمن الرحیم آدابی داره. خب میدونید چه اتفاقی میفته وقتی اون آداب رعایت نمیشه؟ شیطان در اون جماع جنسی شریک میشه. وقتی شریک شد اون بچه حتما شبیه اونی میشه که تو مخیله یکی از اون زوجین بوده. مثلا نگاه میکنه قیافه بچه از نظر ژنتیکی به این پدر و مادر رفته، از نظر خلق و خو به یک کس دیگه رفته. چرا یهود تلاش جدی داره بیشتر هنرپیشای طراز اول جهانی مال خودش باشن؟ چون یهود میخواد جامعه آینده، جامعه بشری آینده شبیه یهودی ها باشه. چند تا هنرپیشه طراز اول جهان رو براتون بشمارم که یهودی هن. و مردان جهان اینا رو در مخیله خودشون نگه میدارن، سکس فانتزی، سکس تخیلی میکنن و در آینده زنان جهانی شبیه زنان یهود هستن که تو فیلم ها بودن به خاطر اون چیزی که توی مخیله مرد ها بوده. و متقابلا مرد ها هم همینطور. مرد هاشونو چند نفر براتون بشمارم که یهودی هن. و این توی ذهن خانوم های جهان میشینه و خانوم های جهان مرد مورد علاقه شون این بوده، با همسرشون نزدیکی جنسی کردن، بچه‌ای که به وجود میاد خلق و خوش شبیه اون کاراکتر یهودیه. نگرانی های حسن عباسی در مورد یهودیان البته به روایت های اختصاصی او از تاریخ گذشته ایران هم گسترش می‌یابد. از جمله این ادعای جنجالی احتمالاً در سال 93 در مورد کوروش هخامنشی. همین الان که از مشکلات سیاسی نظام اینه که یه گروه توی ایرانی گرایی افتادن دنبال قضیه کوروش که این ذوالقرنینه. اشتباهش برمیگرده به همونایی که قدیم این حرفو زدن تو بعضی جا تو حوزه. نیست، این آدم فاسد بوده، این آدم صهیونیست بوده، حالا به تعبیر امروزی ها، چون این ستا شاه یعنی خشایار، داریوش و کوروش ببینید چجوری پرستیده میشن توسط یهودی ها، منشأ حرکت یهودی ها بودن و هستن. رئیس اندیشکده یقین در سخنرانی دیگری در سال 87 اساساً تمدن هخامنشی را یهودی میداند. در کنار تمام اظهارات جنجالی حسن عباسی، ویژگی‌های شخصی او هم به دلایل مختلف خبرساز بودند. یکی از این ویژگی‌ها
تعریف‌های مکرر او از خود در سخنرانی‌های متعدد است. از جمله او در یک سخنرانی معروف که زمان دقیق آن مشخص نیست مدعی می‌شود: شما هر چه عکسای اون موقع منو ببینید، من همه آستینم بالاست. همه این دوستان برادران سپاهی آستیناشون پایین بود. خدا ان شاءالله قبول کنه. من همیشه آستینم بالا بود. پیرناشون همیشه روی شلوارشون بود. شما از همون اوایلی که من تو جبهه بودم می‌بینید من پیرنم زیر شلوارمه. 62-63 من عینک ریبن میزدم، چون با خوزستانیا بودم میگفتن که تو ریبن مال آبادانیاست، میگفتن کسایی که لاف میزنن ریبن میزنن. بعد عکسای دفاع مقدس منو میبینید، من عینک ریبن دارم. خب این عجیب بود، یه بسیجی باشه صورتشو با تیغ بزنه، پیرنش زیر شلوارش باشه، آستینشو تا کنه بیاد بالا. حالا هفته دیگه برای اینکه بلوف نزده باشیم یکی از اون عکس‌ها رو پرده نشون بدیم. بعد عینک ریبن هم بزنه. خب این عجیب بود برای اینا. حالا عکسای زمان آقای لطفیان هم بیارید. من کنار دست آقای لطفیان همیشه عینک امریکن اپتیک می‌زدم. 120 هزار تومان اون موقع که حقوق ما 10 هزار تومان بود، من عینک امریکن اپتیک خریده بودم. بعد معلوم شد بخش عمده از خانوما گواهینامه ندارن. مردم شناسی دارم بهتون درس میدم. گواهینامه ندارن، یه طرفه میرن، ورود ممنوع میرن، تا میرسن به یه مامور پلیس، آقای خب عموما کسایی که انتخاب میشن برای نیروی انتظامی، آدمای از خانواده سنتی و متدین، تا یه خانمی نگاه تو صورتشون کنه دستشون گم میکنن دیگه. اونا اینو فهمیده بودن تو نیروی انتظامی. آقای لطفیان گفت یک طرح مردم شناسی، گفتم یک راه داری، عینک براشون بخری. عینک که میزنن طرف شیشه ماشینشو کشید پایین نگاه میکنه، چشم اینو نمیبینه دیگه، چی میبینه؟ یه جفت مثلا. ادعاهای عباسی در مورد جایگاه علمی خودش و به ویژه اینکه از بیش از دو دهه پیش با عنوان دکتر حسن عباسی در سخنرانی ها و مصاحبه های مختلف حاضر میشود از دیگر ماجراهای خبرساز او بوده. توجه به این موضوع پس از آن شدت گرفت که در سال 83 مجتبی ذوالنوری جانشین وقت نماینده رهبر در سپاه برای کسانی که تصور می‌کردند عباسی دکترا دارد توضیح داد: برادرم آقای عباسی دکتر نیستند، ایشان در رشته فلسفه مقطع کارشناسی مشغول تحصیل هستند. در اردیبهشت 85 زمانی که یکی از شرکت کنندگان در مراسم سخنرانی حسن عباسی اظهارات ذوالنوری در مورد مدرک تحصیلیش را یادآوری می کند، عباسی با ادعاهای جدید مخاطبان را شگفت زده می کند. اگه وجود داشتید بحثای عباسی رو نقد می کردید. من تا زمانی که ممنوع تصویر شدم به مدت 3 سال کارشناس اول تلویزیون بودم. این سال 80-81-82 از دست همین آقای لاریجانی جایزه ویژه تلویزیون تو بحثه کارشناسی گرفتم. اگر یک کسی فقط میاد ادبیات میگه، یک کسی فقط سیاست میگه، یک کسی فقط اقتصاد میگه، یک کسی فقط کلام میگه، ما فقط مونده بود فردوسی پور یه شب نیاد، ما جاش بریم فوتبال بگیم، اون خانومم نیاد آشپزی بگه. اگر اصرار دارید که عباسی دکتر نیست، یه دکترینریان تو این کشور پیدا کنید بتونه دکترین ارائه کنه که دکترینشو اون بر دنیا درس بدن. فعلا که تو آدمای زنده تو ایران فقط عباسیه که دکترینشو تو خارج از کشور دارن درس میدن. من شبکه جهانی جامعه جمع برای ایرانیای توی اروپا و آمریکا 3 سال تمام برنامه زنده کنکاش داشتم و موفق ترین برنامه سیاسی بود. آقای هنری کیسینجر 84 سالشه. ارشدترین استراتژیست غرب دیگه. من الان 39 سالمه. این رو میگم که شما از طریق شما به گوش اون دوستان توی سپاه برسه که نیویورک تایمز در هفته هر وقت در مورد من مطلب میزنه تو پرانتز مینویسه The Kissinger of Islam. من هنوز نصف سن آقای کیسینجر هم ندارم. البته برخی روزنامه نگاران مخالف جمهوری اسلامی همچون امیر طاهری و کلیفورد می در نوشته‌هایی برای حسن عباسی لقب کیسینجر اسلام را به کار بردند، مشخصاً برای متقاعد کردن سایرین که باید حرف‌های تند عباسی در مورد نبرد با غرب را افشا کنند یا اهداف واقعی تهران تلقی کنند. ولی ادعای آقای عباسی که دکترین او را در خارج درس می‌دهند طبیعتاً از اساس ساختگی است
و در آرشیو نیویورک تایمز هم برخلاف ادعای عباسی هرگز لقب کیسینجر اسلام یا لقبی شبیه به آن برای او به کار نرفته. در حقیقت او زمانی ادعا کرده نیویورک تایمز هر هفته از او با لقب کیسینجر اسلام یاد می کند که پیش از آن حتی یک بار هم نامش در این روزنامه نیامده است. هرچند در سالهای بعد دو بار نام حسن عباسی در نیویورک تایمز برده شده. نخست 7 سال بعد از ادعای او، یعنی در 18 فوریه 2013، در گزارشی از یک گردهمایی تحت عنوان هالیوودیسم در تهران به سخنرانی حسن عباسی در این گردهمایی هم اشاره‌ای شده است و دفعه دوم 13 سال بعد در 10 اوت 2019 که نیویورک تایمز در خبری از یک آتش سوزی در تانزانیا اظهارات فردی به نام حسن عباسی از مسئولان دولتی آن کشور آفریقایی را نقل می کند. آقای عباسی بعداً در 28 آذر 95 هم در پاسخ به سوال یک دانشجو در مورد سطح تحصیلیش می گوید: شما دکتراتون چه رشته ایه؟ عزیز من تو 140 تا زیر نظام نظریه پردازی میکنم. حرفم هم روی وبسایت ها موجوده. اگر یه دونش رو کسی تونست بیاد رد کنه به جواب بده. در کلیگویی که داری میگی، کلیگویی میشود. عمرت شنیده بودی علوم غربی تسلیسیه؟ از کی شنیده بودی؟ شنیده بودی تمایز خلق و جعل و تعریف دقیق توحید رو شنیده بودی؟ این یه قلم از بحثای ماست. این سخنران در خرداد 87 مدعی می شود دانشگاه های آن طرف دنیا در تلاشند او را جذب کنند، ولی زیر بار نمی روند. البته از خیلی از دانشگاه های اون برای دنیا هم دعوتنامه دارن، البته خیلی هم در واقع پیشنهاد ها می دونم پست های این برای اون برای توی مجموع، ولی افتخار هم داده که محقق باشم، معلم باشم. مسئلتون با امثال من و با تفکر افرادی مثل من، این مسئله رو نذارید روی حقایقی که مغز شما و عقل شما و خرد شما در میاده سایه بندازه. اینا رو جدا کنید تا شخصیت علمیتون خدا نکرده صدمه نخوره. ادعاهای عباسی در مورد وضعیت علمی خودش توأم با حملات پی در پی او به کسانی بوده که در دانشگاه‌های معتبر درس خوانده و مدرک گرفتند. از باب نمونه، او در مهر 95 با حمله به تحصیل کرده های دانشگاه صنعتی شریف میگوید: فارغ التحصیلان شریف چه گلی به سر مملکت زدند؟ یا در سخنانی در سال 93 دیدگاه های کارشناسان مسائل آب و محیط زیست را به طور کلی مردود می دانند. الان تمام سدهای کشور آبش خشک شده، کم شده، یک دلیل اصلی بیشتر نداره، معصیت بالاست. ما به قرآن اعتقاد داریم یا نداریم؟ حرف قرآن اینه، میگه اگر در قریهی، در مدینهی، در شهری، در روستایی مردم ایمان بیارن، تقوا داشته باشن، از آسمان و زمین برکات رو برشون نازل میکنیم. طرحهای هواشناسی، مسائل محیط زیست اگر جواب میداد، آمریکا امروز 2/3 در خشکسالی وحشتناکی به سر نمی برد. از هر 10 شهر ایران الان 9 رودخونه‌اش خشک شده. قم، اصفهان، شیراز، گلپایگان همینجوری. اصلا جوری خشک شده که دارن شهرداری‌ها اونجا رو آسفالت میکنن. چون بحران ایمان داریم دیگه. چون از هر 1000 نفر 999 نفر نمیدونن که ایمانشون به چی باید تعلق بگیره. اگر دیدید با طرحهای این چنینی وضعیت آب و غیر و ذلک حل شد، مگر اینکه دوباره بزرگان اهل اخلاق رو صدا کنن برن تو بیابونها نماز استسقا بخونن، خدا به بعضی از این بزرگان رحم کنه، دوباره سطح‌های ما پر آب بشه. گذشته از وضعیت تحصیلی، یکی دیگر از ادعاهای آقای عباسی که در سالهای گذشته مورد توجه رسانه‌های ایران قرار گرفته، سوابق او در زمان جنگ است. این سوابق به ویژه از زمانی خبرساز می شود که علی شمخانی، جانشین فرماندهی سپاه در زمان جنگ، در جریان یک برنامه تلویزیونی در خرداد 89 یادی از حسن عباسی می کند. در این برنامه زنده، شمخانی در حال صحبت در مورد پایان جنگ و از جمله بمباران‌های شیمیایی عراق است که وحید یامین‌پور مجری برنامه به ناگهان می گوید آقای عباسی با برنامه تماس گرفته و پرسیده: اگر علت پذیرش اتمام جنگ به خاطر استفاده عراق از سلاح شیمیایی بود، خب الان هم احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای در مقابل ایران وجود دارد، پس ما باید تسلیم شویم؟ شمخانی با ذکر اینکه نگفته به خاطر سلاح شیمیایی تسلیم شدیم، پاسخ می‌دهد: عراق وقتی جنگ شروع کرد 12 لشکر داشت،
روزای آخر جنگ 62 لشکر داشت. سازمان ما روز آغاز جنگ چه بود؟ روز نهایت جنگ چه بود؟ جمعیت عراق 25 میلیون نفر بود. ما 45 میلیون نفر بودیم در طول جنگ. اصلا معادل اردت به هم خورده بود. و چون افرادی مثل آقای عباسی توی جنگ نیومدند، عباسی های فراوانی نیومدند، امروز همونایی که نیومدند انتقاد میکنم. اصلا علت ما اصلا مشکل اعزام نیرو پیدا کردیم. با پخش شدن حرفای علی شمخانی، حسن عباسی و هوادارانش با انتشار عکس‌هایی از او در لباس نظامی میگویند که در جبهه حضور فعال داشته. در آذر 95 وقتی دانشجویی از عباسی میپرسد اگر طرفدار شدید حضور ایران در سوریه است چرا برای جنگیدن با آن کشور نمی‌رود، یقه پیراهنش را باز می‌کند و با نشان دادن یک پلاک جلوی دوربین میگوید به من مأموریت دادند جلوی ارباب‌های تو بایستم، حرکتی که قاعدتاً قرار است یادآوری کند که او 3 دهه پیش این پلاک را در جبهه به گردن می‌انداخته. البته برخی از اظهارات عباسی در مورد سوابق جبهه‌اش به نوبه خود به ابهام‌های جدیدی می‌انجامند. مثلا داستانی که او به بهانه روایت ماجرای ازدواج خود تعریف می‌کند. شهر موصل، بالای شهر موصل 2 تا دونه گلوله ضد هوایی خوردم. 12.7 میلیمتر گلوله دیشیکا، 7.10 متری. توی عملیات فتح 8 تیرماه سال 66 بود. دیگه یه فاصله 300 کیلومتری تا داخل خاک کشور، اونم قرار باشه تازه ببری از توی ترکیه بیاری، امکان این که کسی اینجوری زنده بمونه نبود. سیستم منم بچه همین چند بود، بسیجی بود، همونجا شهید شد، بغل دست من نشسته بود. من 20 سالم بود. بعد 9 ماه 5 روز اومده بودم مرخصی از اون عملیات های برون مرزی و عملیات های شریکی. رفتیم خواستگاری، همون لحظه هم از صحبت همون تموم شد برگشتیم، گفتن که تماس گرفتن زود برگردید. ما از خواستگاری برگشتیم، زود برگشتیم که بریم برای مأموریت برون مرزی با 18 تا مورفین از طریق خاک ترکیه 350 کیلومتر روی قاطر ما رو عقب آوردن. چنانچه که کتاب رکوردهای دفاع مقدس رو بنویسن، طولانی ترین رکورد حمله مجروح مال ما بود. من اعتیاد پیدا کردم به مورفین. 10 روز توی این بیمارستان فیروزگر، همین پشت خیابون طالقانی، پشت ساختمان وزارت نفته، یه جفت پای ناقص که باید قطع می‌کردن، چون دیگه به سختی معلوم بود که استخون‌ها خونسازی کنه، روی قاطر بدون بهداشت این همه هم شده باشه، بوی عفونتش می‌دونی چیکار می‌کنه. باید ترک احتیاط می‌کردم. جفت پاهام هم حل می‌شد، وسط که این مسئله ما رو بردن مرخصی گرفتن، بردن گذاشتن کنار سفره عقد. یک ماهه از توی رخت خواب بلند شدم. مشکل اظهارات جدید آقای عباسی این بود که گلوله دوشکا این قدرت را دارد که از زمین بدنه فلزی هلیکوپتر یا حتی هواپیما را سوراخ کند. در نتیجه به راحتی نمی‌شد فهمید چگونه ممکن است دو گلوله آن از فاصله 10 متری به پای کسی بخورند و نه تنها پا را کلاً از بین نبرند، که فرد در عرض 1 ماه از رخت خواب بلند شود و سر سفره عقد بنشیند. ولی فارغ از مجموع ابهاماتی از این دست، بحث‌های مرتبط با اعتبار سنجی ادعاهای حسن عباسی پرسش چندانی را در میان مخاطبان او ایجاد نمی‌کند. شناخت بسیاری از این مخاطبان از مسائل جهان هم کماکان از زاویه مطالبی است که از زبان رئیس اندیشکده یقین می‌شنوند. حتی اگر در سخنرانی‌های خود برایشان تعریف کند که مردم غرب عاشق حماس و حزب الله هستند، صهیونیست بودن کوروش هخامنشی را افشا کند، از توطئه عقیم کردن دختران با چیپس و پفک پرده بردارد، فوتبال را توطئه انگلیس و آمریکا برای بست نظام دو قطبی در جهان بداند، مدعی شود نیویورک تایمز هر هفته در مورد او مطلب می‌زند یا هشدار بدهد که مردم با فکر کردن به هنرپیشه‌های یهودی موقع نزدیکی جنسی بچه‌هایی با کاراکتر یهودی ایجاد می‌کنند. تو بچه
محتلم شده، سکس تخیلی میکنم. به کسی این جرابی اسلام من 140 تا زیر نظام نظریه پردازی میکنم. حسن عباسی در حقیقت نمونه ای مثال زدنی از مبلغان نظریه های ساختگی در ایران است که با برخورداری از حمایت های حکومتی از دسترسی ویژه به تریبون های عمومی برخوردارند. مبلغانی که ظاهراً حتی غریب ترین ادعاهایشان در میان گروهی از کسانی که سرنوشت دیگران را تعیین می کنند جدی گرفته می شوند.